های سیستم ایمنی و بافت ها تولید میشن. برای هر کدوم از این سایتوکاین ها هم گیرنده خودشو داریم. بعد از اینکه این سایتوکاین ها به گیرنده خودشون متصل شدن، پیامی رو به داخل سلول انتقال میدن. حالا بسته به نوع سایتوکاین، این پیام میتونه باعث تکثیر و یا تمایز سلول بشه یا اصلا باعث مرگ سلولی بشه. حالا کموکاین ها چیان؟ گروهی از سایتوکاین ها هستند که از لحاظ ساختمان، گیرنده و انتقال سیگنال با سایتوکاین ها متفاوت هستند. در واقع کموکاین ها در فراخوانی سلول ها، در لانه گزینی و در تشکیل ارگان های ثانویه نقش دارند. مهمترین عملکرد سایتوکاین ها چیه؟ باعث هدایت لوکوسیت ها از خون به محل التهاب میشه. خب ببینید، در واقع حضور کموکاین روی اندوتلیوم باعث تحریک لوکوسیت در حال غلتیدن میشه تا این لوکوسیت بیاد یه سری مولکول‌های چسبان رو بیان بکنه که در نهایت باعث اتصال قوی با اندوتلیوم میشه. عبور لوکوسیت از باف نیازمند همکاری کموکاین و مولکول‌های چسبنده هستش. در واقع این کموکاین های متصل به اندوتلیوم رگ‌های خونی به نوتروفیل ها پیام میده که از اندوتلیوم عبور کنن و وارد بافت های زیرین بشن. حالا چجوری؟ نوتروفیل ها یه سری سایتوکاین هایی رو ترشح میکنن که باعث افزایش قابلیت نفوذ رگ ها میشه. یعنی سلول های اندوتلیال رگ‌های خونی که محکم به همدیگه چسبیده بودن، حالا از همدیگه فاصله میگیرن و باعث میشه که نوتروفیل بتونه از این سلول ها عبور بکنه و وارد بافت بشه، بافت زیرین. حالا بعد از اینکه نوتروفیل از اندوتلیوم عبور کرد و وارد بافت زیرین شد، چه اتفاقی میفته؟ در اونجا به واسطه کموکاین هایی که در محل عفونت ترشح شده، خودش رو به محل عفونت میرسونه. ببینید، گفتیم که کموکاین ها باعث حرکت جهتدار سلول های سیستم ایمنی شدن. بعد از اینکه خودش رو به محل عفونت رسوند، در اونجا به کمک گیرنده های خودش باکتری رو شناسایی میکنه، حالا یا اون با عامل بیگانه و باکتری رو در قالب فاگوزوم میبلعه. الان باکتری ما در قالب فاگوزوم بلعیده شد. در داخل نوتروفیل های سری گرانول ها هم وجود دارن که این گرانول های لیزوزومی حاوی یک سری آنزیم ها، پروتئین ها و پپتید هایی هستن که میتونن به میکروب حمله بکنن و اون از بین ببرن. این گرانول های لیزوزومی با فاگوزوم الحاق میشن و فاگولیزوزوم رو میسازن و در نهایت آنزیم هایی که توسط این گرانول ها آزاد میشه، اون عامل بیگانه رو یا اون میکروب رو از بین میبره. کلا نوتروفیل ها عمر کوتاهی دارن و معمولا بعد از فاگوسیتوز میمیرن. خب حالا بریم سر وقت سلول بعدی سیستم ایمنی که ماکروفاژ ها هستن. ماکروفاژ ها از مونوسیت ها تمایز پیدا میکنن. مونوسیت ها در گردش خون وجود دارن و وقتی که وارد بافت ها بشن، بعد از که وارد بافت بشن بالغ میشن و به ماکروفاژ ها تمایز پیدا میکنن. ماکروفاژ ها در بافت ها حضور دارن و اعمال ضد میکروبی و ترمیم بافت رو در پاسخ به عفونت‌ها و آسیب بافتی انجام میدن. ماکروفاژ‌ها معمولاً در بافت حضور دارن و طول عمر بالایی هم دارن و عملکرد اصلی ماکروفاژ‌ها فاگوسیتوز و حذف عامل بیگانه است. دو تایپ اصلی از ماکروفاژ‌ها وجود داره: ماکروفاژ‌های آزاد یا ماکروفاژ‌های ساکن در بافت‌ها. ماکروفاژ‌های آزاد که متحرک هستند و در بین انواع بافت‌ها در حال حرکت هستن و در طی عفونت یا التهاب خودشون رو به محل عفونت یا التهاب میرسونن. ماکروفاژهای ساکن در بافت که همونطور که از اسمشون مشخصه در انواع مختلفی از بافت ها حضور دارن که بسته به اینکه در کدوم بافت حضور دارن اسامی مختلفی هم دارن. مثلا ماکروفاژهایی که در مغز وجود دارن رو ماکروفاژهای میکروگلیال میگن، ماکروفاژهای ریه رو ماکروفاژهای آلوولار میگن، ماکروفاژهای کلیه رو مزانشیال، استخوان، استئوکلاست و کبد رو کوپفر میگن. به طور کلی ماکروفاژ ها چندین عمل مهم در ایمنی ذاتی و آداپتیو دارن. عملکرد اصلی اونها همونطور که گفتم بل و فاگوسیتوز عامل بیگانه یا سلول های مرده هستش. همچنین ماکروفاژ ها با ترشح سایتوکاین ها باعث فعال شدن سایر سلول های سیستم ایمنی میشن. ماکروفاژ ها نقش APC هم دارن. APC رو قبلا براتون توضیح دادم. یعنی سلول های APC سلول هایی هستن که میان عامل بیگانه رو میبلعن، بعد اون عامل بیگانه رو قطعه قطعه میکنن و قطعات عامل بیگانه رو میان به لنفوسیت T عرضه میکنن. یکی دیگه از اعمال ماکروفاژ هم ترمیم بافت های آسیب دیده است که این کار رو با ترشح یه سری از سایتوکاین های خودشون انجام میدن. بریم سر وقت سلول. Có cầm một coi mùi dĩa đây, thơm lắm này.
tao mới thơm, tao là thơm rồi cơ. Cái ngõ chỗ đi tao thơm, nhà Hiền không thơm, một có nhà cháu không mới thơm. Có thích mùi nhà Hiền vẫn không được nữa các bác ạ. Đang và đỏ lên thôi. Và đặt. Em về cái lưới thôi mà, rồi cái để đó đi anh. Em về tí, em còn sang mà, em về em đi dọn tí. Đổ lung tung đấy, nhìn tí rồi để cái sang đi giảm.